بخش مراقبت های جدی بیمارستان علی آباد. آماده می شویم تا از زخمی های حمله روز گذشته بر دانشگاه کابل دیدن کنیم. بیشتر زخمی ها دانشجویان هستند که از حمله دیروز جان سالم برده و اینجا زیر مراقبت هستند. مسیح الله که از ناحیه دست و پا زخم برداشته، چشم دیدهایش را این گونه حکایت می کند. می گوید مهاجمان مسلح با خشونت تمام و در برابر چشمانش همسنفی هایش را یک پی دیگر به گلوله بستند. اما او شانس آورده که از این حمله جان سالم به در برده. ولی وقتی که برآمدیم امکانش هست شاید 15 نفر یا 14 نفر یا 16 نفر به می تعداد شاید برآمده باشیم پس. و نصف تعداد دیگه ما که داخل بودن همشان شهید شدن. وقتی که خیستم سیدان دوستی بسر سایی میخوادم، وقتی که خیستم دیدم شان هیچ کدامشان زنده نبودن، شهید شده بودن. حکایت های این دانشجویان سنگین و دردآور است. میگویند بر پیکر بیجان همسنفی هایشان چندین بار شلیک کردند. حتی کسانی که پا به فرار گذاشتند از پشت مورد گلوله باری قرار گرفتند و برخی هم با شلیک گلوله به زمین خوردند. فقط نفر را که می‌دیدن می‌زدن خلاص. و دو نفر بودن با قهرش می‌دیدی بیخی معلوم نمی‌شد کس بود. مردمای دیگه باش بسیار لوکس بودن، ارشای خوب، متو مویای خوب داشتن. هیچ فکر نمی‌کردم که اینا باشه. تقریبا 35 نفر داشتیم، 6 تا اونها میآید دروازه را باز می‌کنه. از یک طرف فایر میکنه، از یک سر فایر میکنه، هر یک شیک دو مرمی میزنه، بالاخره که میبره با ما دستیم بسیم میندازه خودش میره. کاملا وحشتناک صحنه بود. در میان زخمی های رویداد دیروز بانوان دانشجو نیز شامل هستند. میگویند هراس افغانان نمیتوانند با انجام چنین حمله های جلو پیشرفتشان را بگیرند. اما ادامه میتیم، درس خدا نمیمانیم تا که تا به سرحدی که میتونم انشالله به درسای خود ادامه میده. تمام مریضایی که زخمی که جای منتقل شده بود کارشان به شکل درست انجام داده شد و از جمله 14 نفر یک نفرش به خواهش پیوازه خودشان به شفاخانه امنیت انتقال دادنش اونجا رفت. با این حال بستگان این دانشجویان حمله دیروز را جنایت بشری خوانده و نهادهای امنیتی را به ناتوانی در تامین امنیت مردم متهم میکنند. وقتی که ما از خانه میبریم هیچ خود احساس هم نمیکنیم و هیچ در هیچ نقطه شهر خود هم احساس نمیکنیم و هر لحظه امکان هر رقم اتفاق است و کلش مسائل استخباراتی است. جنایتکاران دشمنان افغانستان در دانشگاه کابل رخ داد. ما هم یکی از متضررین از این رویداد هستم که یکی از خانواده ما به این زخمی شدن. سه مهاجم مسلح ساعت 11:30 روز گذشته بر دانشگاه کابل حمله کردند و نزدیک به 6 ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. منابع به تلویزیون یک تایید میکنند که در این رویداد 35 تن جان باختند و 50 تن دیگر زخمی شدند.